با درود هزار باره دل بر شما. علیرضا نوری‌زاده هستم، بار دیگر شما و ایران فردا. پیاماتون خیلی زیاده، من واقعا شرمندم. یکی از دوستان گفته بود آقا من دو تا پیام گذاشتم نشنیدید، حداقل به من بگید شنیدید. خب بله، ما پیام ها رو اونایی هم که پخش نمیشه میشنویم، ولی ماشاءالله سری همینجوری هر روز آرش به من خبر میده، من نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم برنامه رو دو بار در هفته بکنیم، حالا یه تکرارم گذاشتم، نمیدونم. حالا اجازه بدید فکر کنیم ببینیم، شاید ناچار بشیم. بعد من یه فکر دیگه داشتم، گفتم شاید اینم بد نباشه. پیامای شما رو در طول هفته همجوری پخش کنیم، بعدم خب من بیام آخر هفته به تعدادی از اونا جواب بدم. اینم یه فکره، حالا اگه شما میپسندین این کارم میتونیم بکنیم، یه بخش پیام بگذاریم که در روز تعدادی از پیام ها پخش بشه که تأخیرم نیفته. الان میخواستم پیام های این بار رو که پخش کنم، رامین به من گفت که چند تا پیام از هفته پیش مونده، حالا یه مقدار مال این هفته مونده برای هفته بعد. با این همه اشکال نداره، امیدوارم برنامه جدیدمون رو دوست داشته باشید. در واقع زنگ سلامت فکر میکنم برنامه ایست که همه ما خود بنده لازم دارم و باید بهش توجه کنیم. این برنامه‌ای هم که شاهید انجام میدم، این مصاحبهش با آقای اردشیر زاهدی، بسیار مصاحبه کانتروورشال بود، پر سر و صدا، واکنش‌های بسیاری داشت. آدم‌های از درون نظام، مخالفان، غیره، همه جور کامنتی رو من شنیدم و قشنگ بود. این برنامه جدیدی که داریم، برنامه دکتر حسین لاجوردی، برنامه این گپ، دیداری و گذری و نظری و اینا، همه برنامه تازه است. هادی عزیزم با گربش در خدمت شیم هست، و هادی خورسندی با شعرهای زیبا و اندیشه پر از ظرافت و طنزش. دکتر سیروس مشکی به یاران ما اضافه خواهد شد با یک برنامه حقوقی جذاب. خانم دکتر خزایی هم که برنامه شون دارن، برنامه دیگر هم دارید میبینید دیگه، برنامه چمتای مخصوص داشتیم، جالب بود. برنامه های تران باران رو میپسندید که هست، و مسعود اسداللهی هم از ماه آینده باز میگردد با یک برنامه متفاوت و دست پر. همینطور گردآفرید، این بار باز گردآفرید و واقعا در شکل دیگری خواهید دید. همه تلاش ما اینه که شما راضی باشید. تو برنامه های سیاسی اونم یه تحولاتی خواهد بود و خبر رو شاید باز یه تغییرات کوچیکی توش بدیم، و همینطور یکی دو برنامه سیاسی دیگر که اضافه خواهد شد. حالا روزی 8 ساعت برنامه داریم. در مورد رفتن روی ستلایت دیگه هم ما هم مثل شما علاقه مندیم هر چه زودتر انجام بشه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. وقتی بودجه محدودی آدم داره با احتیاط باید قدم برداره. من واقعا از اول ماه که میشه خودم رو مسئول میدونم در برابر همکارانی که با جان و دل دارن کار میکنن و اغلب آنچه را که استحقاق دارن به دست نمیارن، ولی با صداقت و عشق و صمیمانه همراه ما هستن. بریم به پیام های شما گوش بدیم. هموطن عزیزم، جناب آقای نوری‌زاده عزیز، من سال نو را به شما و کلیه همکاران عزیزتان و خانواده محترمتان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال خوبی داشته باشین، سالی توأم با شادی، موفقیت برای خودت و تمام کارکنان رادیو تلویزیون ایران فردا. میخوام بگم من از شهر کازرون، شهر گلهای نرگس رو شما صحبت میکنم. جناب آقای نوری‌زاده، اگر ایران در یمن دخالت نمیکرد الان اوضاع یمن به اینجا میرسید یا نمیرسید؟ من این سؤال رو میخوام از شما و کارشناسات بکنم. آیا اگر ایران دخالت تو یمن نمیکرد الان مردم یمن به این روز میافتادن که کشورهای عربی و غیره بیان در یمن بخوان دخالت بکنن؟ متاسفانه این ایران بود که دخالت کرد و این کارو به روز مردم یمن آورد. با تشکر از
خودتون و تمام افرادی که برای شما کار میکنن و زحمت میکشن. ممنونم که بله دوستم، مطمئنن یمن وضعش اینجوری نبود. آقای جمال بن عمر نماینده سازمان ملل تقریبا توافق ها رو گرفته بود. ورود جمهوری ولایت فقیه برای مردم خیر و برکت که نمیاره، شره. همونطور که تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، هر جا که قدم بگذارن قدم شره. ما هیچ وقت خیری از اینا ندیدیم واقعا. از روز اولی که اومدن اینقدر تحریک کردن، اینقدر بازی در آوردن، طارق عزیز رو خواستن بکشن، برنامه ریختن صدام بکشن که اون آقای صدام حسین تکریتی رویای قادسیه زد به سرش. بعدش هم راه قدس، از راه کربلا، از راه مکه، از راه کویت، از راه دبی، هر روز از یه راه، از راه عمان. این رژیم برای ما چی داشته باید؟ بی آبرویی، بی حرمتی، پول بی ارزش، گذرنامه بی ارزش. هموطن بعدی سلام. مطلبی رو که میخواستم عرض بکنم، چند بار سعی کردم که ایمیل کنم برای جناب آقای عباس‌زاده، متاسفانه موافق نشدم. میخواستم به ایشون بگم که روان آب کلمه غلطی بود که ایشون تلفظ میکردن برای کلمه روان آب. روان آب یک کلمه مصطلحی است در کشاورزی و آبیاری و در مقابل کلمه انگلیسی رناف گذاشته شده، یک کلمه است و روان آب بهش گفته نمیشه. آب روانی نداره که بهش اطلاق بشه. خدا ممنونم دوست من، متخصصی بود صحبت کرد. خب اینم باید بپذیرید که همه چیز رو آدم نمیدونه و شاید عباس‌زاده با اون روح سرشارش روان آب رو به اون معنا گرفته. وقتی سهراب سپهری میگه من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، تپش پنجره ها که آب نداره آدم باش وضو بگیره. سپاسگزارم دوست من. هموطن بعدی با عرض سلام خدمت آقای دکتر نوری‌زاده و بقیه همکارانتون. آقای دکتر، من از شمال انگلیس تماس میگیرم و چندین بار در چند هفته گذشته پیغام گذاشتم، تقریبا 4 هفته گذشته، ولی در 3 هفته گذشته هر یک شنبه که منتظر بودم ببینم آیا پخش میشه نشد. البته پخش شدن خود پیغام که مهم نبود، دوست داشتم بدونم که شما این پیغام رو خوندین و اون پیام رو که میخواستم با شما در میون بذارم و گرفتید و نمیدونم حالا اینو شاید خوندید و خودتون سلام ندونستید نخواستید تخش بکنید و یا رندومی انتخاب میکنید. در هر حال میخواستم اگه ممکنه اون پیغام رو بخونید که شخصی نبود و احساس میکردم برای رسیدن به اون هدف ایرانی که میخوایم لازمه. راستم از این تماس اینه که در یک شنبه گذشته که 16 می شد، تماس اولی که با آتون گرفته شد آقای بودن در مورد خدا و اینا صحبتی کردن و من احساس کردم ایشون اطلاعاتی دارن در مورد دین و قرآن. برای من سوالی پیش، خیلی وقت بود سوالی داشتم و دیدم شاید فرصت مناسبی باشه که اینجا مطرح بکنم و ایشون شاید بتونن کمکی بکنن که این موضوع برای من روشن بشه، چون من توی شهر خیلی کوچیکی شمال انگلیس زندگی میکنم و دسترسی و استفاده از مراجع تقلید و یا هر منبع دیگه ندارم. سوال من اینطوری بود که البته خود سوال برای جوابش نمیخوام، اون مسئله ای که باعث این سوال شده رو من میخوام مطرح بکنم، اگه اون مسئله رو واسه من توضیح بدن و یا هر کدوم از هموطنهای دیگه به این موضوع میتونن فکر بکنن و اونا بتونن جواب داشته باشن ممنون میشم بگن. میخواستم بدونم چقدر ما به این قرآنی که داریم میتونیم به عنوان همون معجزه و سخن خدا که از طریق پیامبر واسه ما فرستاده مطمئن باشیم که دقیقا همونه و هیچ یک بابی برانور نشده و یا معنیش تغییر نکرده. ما چقدر میتونیم مطمئن باشیم بچه حساب؟ مرسی دوست من، سوال مشکلی است اما بنده با بضاعت مزجات اندک خود بدان پاسخ خواهم گفت. حالا البته اون دوستمونم که
معلوم بود یکی از حجج اسلام هستن یا از اسلام شناسان، میتونن ایشون هم پاسخی بده. ببین عزیزم، در خود قرآن تأکید شده چند نوبت و به صراحت در یه جهاز الکتاب لا ریب فی، هیچ شک و تردیدی در این کتاب نیست. نکته دوم اینه قرآنی که ما داریم قرآنی است که در زمان خلیفه سوم عثمان ابن عفان جمع آوری شد. چون قرآن به زبان کوفی نوشته می شد و زبان کوفی نقطه نداشت و در نتیجه تلفظ ها اشتباه می شد، مثلا و انشق القمر بوده یا ولسق القمر، سر این بحث می شود. و اینه که عثمان گفت جمع آوری کردن و حضرت علی امام اول شیعیان نقش بسیار مهمی در این کار داشت. قرآن جمع آوری شد. بعد بعضی از راویان قرآن، بعضی از کاتبان وحی، حالا ابن عباس بود، معاویه بود، خود حضرت علی بود، ام المؤمنین عایشه بود و دیگران، اینا نسخی رو که نوشته بودن اینا رو هم آوردن و با این مجموعه هایی که جمع آوری بود بررسی کردن. مثلا شما تقدم و تأخر آیات می‌بینید به هم می‌خوره بعضی جاها، آیات مکی در مدنی قاطی شده. این به این علتی که میگم جمع آوری که شد در اونجا تردیدی نیست، کسانی سعی کردن یه عده چیزهای شبیه به آیات قرآنی بگن و اینو قاطی بکنن. ولی خیلی عثمان در این مورد زحمت کشید، به تمام کاتبان وحی رجوع کرد، اونایی که زنده بودن، و در نهایت این ترکیب به دست ما رسید. حالا یه نکته ای در این شکی نیست، تمام این آنچه در قرآن هست کلامی بوده که بر زبان پیامبر اسلام جاری شده، هیچ کس نیامده از جای دیگه کلامی بگذاره. یه وقت تو دعواهای شیعه و سنی که میشد میگفتن بله اونا آیات مربوط به اهل بیت است، یعنی سنی ها از قرآن برداشتن، سنی ها میگفتن شیعیان تحریف کردن. ولی امروز جوامعی مثل دانشگاه الازهر، مثل دانشگاه بین المللی امام خمینی در ایران، مثل دانشگاه اسلامی، مثل دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه مفید، غیره غیره، اینا همه تفاسیر مختلف از قرآن و چگونگی به هم پیوستن سوره ها و آیات رو جمع آوری کردن و در دسترس میتونید مراجعه کنید. بنابراین اگر مقصودتون اینه این کتابی که ما داریم میخونیم همونهاییست که پیامبر اسلام گفته، بله. در رابطه با مسائل دیگرش حتما اگر دوستان متخصصی بودن خواستن نظر بدن استقبال خواهم کرد. و بعد اینم میخوام بهتون بگم، در میان کتب مذهبی که پیروان مذاهبی که اهل کتاب خوانده میشن در دست دارن، شاید قرآن منقح‌تری نشونه، یعنی کمتر از بقیه دست توش از برده شده، چون نمیشده دست ببرن. همون اولین رو درست کردن و به خط کوفی نوشته شد و نسخ متعدد موجوده از همون زمان، که هیچ فرقی با نسخی که الان چاپ میشه نداره. هموطن بعدی من، درود به شما. من همکارم، اگر امروز سناتورهای ایالات متحده خطانشون میگشن بدونن که دستی 6 سال گذاشته و سالهای گذشتش، تمام مصیبت هایی که بر سر ملت ایران افتاده بانی و باعثش دولت ایالات متحده و انگلستان بودن و فرانسه. پس خط دانشون نکشن چون بدهکاریشون بسیار زیاد به ملت ایرانه. تمام جنایت هایی که به اصلاحات دستی و سیشتان گذشته در کشور ایران انجام شده، اداره سیاسی و نظامی بیشترین اشتباه رو کرده و با تمام آمران و مجریان باید مجازات بشن. خانواده هایی که به دست اینها عزادار شدن و به جای کمک و راهکار حذف کردن و یاد گرفتن، بدونن که همون نیروهایی که برای آمدن این حکومت روز ننگینی رو فراهم کردن
باید مجازات بشن در خارج چه در داخل فرقی نمی کنه. اما حق حقوق ملت ایران از آن چه به سرش اومده بیشتر از این هست. دوست من حاکمانه، من نکته رو میخوام خدمتت بگم. اولا مجازات کی میکنه؟ چه کسی رو مجازات میکنه؟ میزان جرم افراد رو کی تعیین میکنه؟ آرزو کنیم روزی در کشور ما یک نظام مردم سالار باشه، دادگستری مثل دادگستری قبلیمون، دادگستری مدرن و نوین که قضاتش در اونجا دست نبرن، گردن نزنن. اون وقت میشه یه کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد بررسی کنن که توی حالا عمر جمهوری اسلامی چه کسانی جنایت کردن، چه کسانی زمین ساز روی کار آمدن این رژیم شدن، چه اعمال و افعالی باعث شد که اصولا این رژیم بتونه روی کار بیاد، چه عواملی باعث انقلاب شد. اینا همه باید بررسی بشه و اجازه بدید ما از خاله تعیین نکنیم انتقام و اینا. این مردم خسته شدن، دار زدن و کشتن و زیر شکنجه. و آفریقای جنوبی رو نگاه کنیم، ماندلا سرمشق ما باشه، 30 سال تو زندان جوونیش رو ازش گرفتن، اومد بیرون اولی کاری که کرد زندانبانش رو بخشید. کی میرسیم به اونجا؟ هموطن بعدی، با درود فراوان به جناب آقای نوریزاده عزیز. خب این دوستمون چون یه بار صداشون این دفعه پخش شد اجازه بدید پیامشون رو بگذاریم برای بعد، چون ماشاءالله لطف دارم به تلویزیون مرتب زنگ میزنم، بعدم من که میگم گوش نمیدم قبلا، میارم و پخش میکنم همه رو، رندام هم نمی کنم، پیاپی همه رو پخش میکنیم. هموطن بعدی، با عرض سلام اتفاق خواستم از زحماتتون تشکر کنم و بعدا خواستم آقای دکتر لطفا توضیح بفرمایید اگر کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای دیگه در ضد تروریست ها و افراطی‌گری مخالفت میکنن، چرا لندن اقدام به بستن دفاتر و تلویزیون های افراطی‌گری شیعه و سنی در کشورش نمیکنه؟ در غیر این صورت آیا فکر نمی کنید که کشور اروپایی غیر مستقیم از اینا حمایت میکنن؟ و یکی هم میخواستم خواهش کنم که از یک کارشناسی نرم افزار یا مخابرات یا موبایل اینا دعوت بفرمایید در نمرات های مختلف در اوتا برنامه سیکوریتی توضیح بدن که در زنگ زدن اینا دچار دلهره یا مسائل دیگر نشین. با تشکر فراوان خدا. در مورد درخواست دوم تو حتما یه برنامه ویژه داریم راجع به اصولا تکنولوژی و ارتباطات، کامپیوتر، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، همه اینا رو داریم، چگونه ایمیل خودمون رو سیف کنیم، همه اینا رو داریم ترتیب میدیم که انشالله میاد و میبینید بسیارم برنامه جذابی خواهد. اما دوست من توجه شما رو به این نکته جلب میکنه، در کشورهایی که دموکراسی حاکمه و حق تعبیر و اظهار نظر آزاده، شما حق داری عقیدت رو بیان کنی. حالا میخوای این عقیدت رو از یه شبکه تلویزیونی پخش کنی، اینجا قانون داره، تشکیلاتی داره، باید بری در اون تشکیلات لایسنس بگیری. وقتی لایسنس رو گرفتی اگر از خطوط قرمز تجاوز کنی، عبور کنی، گریبان تو میگیرن. یعنی تلویزیون سنی یا شیعه میتونه بشه راجب تشیع و اهل سنت میتونن راجب خودشون صحبت کنن، نظراشون رو بیان کنن، اما اگه از پشت تلویزیون گفت برید همه شیعه ها یا سنی ها رو مثلا گردن بزنید، این عمل غیر قانونیه و جلوشون رو خواهند گرفت. دولت بریتانیا امضا کننده منشور جهانی حقوق بشره، اعتقاد داره به این، در اینجا آزادی اندیشه و بیان به معنای واقعی رعایت میشه. پس نگید چرا انگلیس اینجا رو گذاشته، انگلیس نذاشته. چند تا هموطن سنی یک منبع مالی پیدا کردن رفتن تلویزیون زدن، همینطور یه عده شیعه. شیعه ها هم خب آل قزاوینه و شیرازی و آقای ناصر ابوالمکارم اینا هستن،
که بهشون کمک میکنن و این تلویزیون ولایت و غیره رو دارن، بعضیشون هم اینجا دفتر دارن. اون حبیب چی بگم بیمار کویتی هم هست که اون حرفای بدو میزنه، یا آقای مجتبی شیرازی که واقعا هم حرفاشو میشنوه پشتش میلرزه، یه روحانی چطور به خودش اجازه میده این حرفا رو بزنه؟ اونم برادر سید محمد، فرزند شیرازی بزرگ، خود مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی و فرزندانش آدمای وارسته‌ای بودن و هستن، وقت عموجانی حرفا رو میزنه. من نمیدونم آقای آیت الله صادق شیرازی چرا این اخوی رو توبیخ نمیکنه. یک روحانی حرفای کثیفی رو بزنه که تو کانال‌های شهوانی اینا رو میزنن و ایشون خودش رو سید اولاد علی میدونه و روحانی، خیلی عجیب. هموطن بعدی. با سلام خدمت جناب نوری‌زاده، خیلی دوست دارم بچه جنوب شهرم اسپاسی معروفم، اسمانم به میگه اسپاسی، پس یافتشابادم از بچه های محل قدیم اشبه خوشگوش. میخواستم یه مقدار در مورد این واسهتون توضیح بدم. این اشبه خوشگوش یه پدر داشت به نام حسن خوشگوش، بهش میگفتن حسن مارداش، یه صابخونه داشت به نام بویخان، یه خونه چیز میداد بود به اینا دکون کرکره دار، اونجا زندگی میکردن، خودش بود و باباش و با دوتا داشتش محمد و علی که اینا جبه شهید شدن اینا. اشبه خوشگوش یه پسری بود که بچه خوشگل بود. این بالاخره بعد انقلاب تو کمیته اینا یه مقدار رفت این آدم فروشینا کرد، یه خود وضعش خوب شده به جای دسته شد سردار. واسم خدمت نرس کنم. خدا دوست عزیز، بنده در وجود آقای خوشگوش در این تصویری که ایشون هست زیبایی نمیبینم. ایشون اگر در کودکی آدم زیبایی بودن، بالاخره آثارش باید در این سنین هم حفظ بشه. نمونه ها رو ما میبینیم، بعضی از آقایون رو که نشون میده اینا در از ابتدا چهره خوبی داشتن، ولی بعضا هم میبینیم این کفر و آدمکشی و جنایت رو پیشونیشون حک شده. شما قیافه رئیس شهری یا فلاحیان یا احمد جنتی یا همین آقای رئیس شهری اینا رو میبینید، اصلا کفر و جنایت و فساد در چشم و رو همه جاشون هست. بنابراین اکبر خوشگوش هم نمیدونم، شاید نظر شما اون وقت جور دیگه میدیده. به هر حال مرسی، ممنون از توضیحاتتون. من اینا رو میدونستم ولی خیلی متشکرم که گفتید. هموطن بعدی. الو سلام آقای دکتر میرزاده، میخواستم، من کی هستم مثلا انگلیس، میخواستم در مورد یک رویدادی که تو همین تاریخ خودمون نه خیلی دور اتفاق افتاده سوالی ازتون بپرسم و بدونم ماجرات چه قراره، که اونطوری که باید این واقعه تاریخی بیان نمیشه، به خیلی تغییر کرده. در مورد جنبش جنگل و میرزا کوچیک‌خان، اون داستان‌هایی که همه هست تا مرحله دومی که شروع میشه و از اون به بعدش که میرزا کوچیک‌خان جمهوری سوسیالیستی ایران رو تشکیل میده، گیلان رو، و با بولشویک‌ها بودن، نمیدونم، بالاخره با روسا مدت کوتاهی هم فکر و هم پیمان بوده، هیچ سخنی گفته نمیشه. و در زمانی هم که با دولت مرکزی مستقل شده بوده و سوق دوله سر کار بود و امثال دکتر حشمت و حاج احمد تسلیم شدن، که دلیل تسلیم شدن حاج احمد این بوده که نمیخواسته با ایرانی به جنگ، دیگه دشمن خارجی نبوده، با خودی نمیخواسته به جنگ، رو اونو برفرض خائن اعلام میکنن و میگن میرزا نمیخواسته با خودی به جنگ، در صورتی که اونایی که تسلیم شده بودن که نمیتونستن به جنگن اصلا و تمام افرادش هم ترکش میکنن. ولی این موضوع رو طور دیگه عنوان میشه، نمیدونم آیا این دلیلی داره، این بسط سودی در چیزی هست، ماجرای سیاسی بوده، دلیل اینکه از اعتقادات کمونیستی میرزا هیچ وقت هیچ بیانی نمیشه و اینکه با حتی با دولت مرکزی هم دیگه
صلح نمیکنه دیگه، دشمنی که نبوده خارجی نبوده تو کشور که بخواد بجنگه، ولی باز هم به این مثل جنگل ادامه میده. مثلا ببینم ماجرا واقعی چی بود و واقعی که فکر کنم همین بوده. دوست من، داستان میزا کوچیکان داستان ساده ای نیست، سریال ساختن، ده ها کتاب نوشتن و ما هم در اینجا دو برنامه پروفایلمون بهش خواهیم پرداخت. ولی من مختصر بهتون بگم، میزا کوچیکان یه طلبه بود، داشت علوم دینی میخوند که آخوند بشه. بعد به هر حال در مسیر مبارزش با کسایی مثل حیدرخان عمقنی، مثل خالو قربان، دکتر حشمت، با اینا آشنا شد و نهضت جنگل پایه گرفت که ابتدای نهضت نهضت ضد خارجی بود و ضد استبداد. درگیری های متعددی شد و در پایان شما میدید میزا کوچیکان تنها میمونه، خالو قربان رهاش میکنه، به اردوی دولتی میپیونده و بعد میزا کوچیکان تو سرما یخ میزنه و میرن سرشو میبرن که میارن. وقتی خبر به رضا شاه رسید که اون وقت سردار سپه بود، با نفرت و انزجار گفت کسایی که این کار کردن تنبیه بشن و سر میرزا رو بردن و مثل این که جسدشو دفن کردن. در حال میگم اونم یکی از آدمای ناکام ایدئالیست ایران بود، عاشق عظمت ایران بود، بعد متوجه شد که بالشویکا اومدن دورش رو گرفتن و مسیر نهضتشو که یک نهضت ملی بود دارن تغییر میدن. خود میرزا هم خیلی آزرده بود از این بابت. دکتر حشمت واقعا یکی از معدود کسانی بود که صادقانه باش تا آخر ایستاد. نوادش همکلاس من بود دانشکده حقوق، نواده دکتر حشمت، و گاهی که سر حال بود میشستیم از پدرش میگفت، از پدر بزرگش قصه ها روایت میکرد. میرزا مرد بزرگی بود، عاشق ایران بود، هیچ وقت خودش مارکسیست نبود، ولی به هر حال شاید بتوان گفت با مترو معیار آن زمان یه آدم سوسیال دموکرات. هموطن بعدی، بر شما، بر تمام کارکنان، بر همه ملت ایران میخواستم عرض کنم جناب ایلوزاده، با آقای فرزخ بفرمایید که من کارشناسی اقتصادیم بهتر از شما، من میدونم به مدرج اینی که این تحریم ها برداشته بشه و توافق امضا بشه، فردای همون روز دلار 65 ریال پوند 120 ریال اقتصاد ایران چهارمین اقتصاد آسیا خواهد شد. ملت ایران به زمان 57 که برمیگردن هیچی، بلکه 50 سال از این بهتر خواهند رفت. دوست من مبالغه نکن، ما ایرانی ها اشکالمون همینه. یه چیزی رو که میخواییم بگیم مبالغه، از حال از میریم دلار میشه 65. آخه عزیز من، محال دلار در ایران قیمتش به اون زمان بره، اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست، اصلا همچی چیزی نیست. اینقدر در مملکت ما اسکناس چاپ شده که الان پشتوانه نداره، اینا پشتوانه نه جواهر داره. یه وقت جواهرات بانک مرکزی پشتوانه اسکناسمون بود، پشتوانه ارزی هم نداریم. و بعد چجوری اون وقت میخواد دلار 65 ریال بشه که مملکت ما میخوابه، کلپس میشه، مملکت ما اداره نخواهد شد. نه دوست عزیزم اینجوری نیست. الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم توافق شد، البته آقای خامنه ای آخر هفته مثل همیشه میان یه حرفایی میزنن که طرفدارانشو خوشحال کنن، ولی من اینو به شما بگم قرارداد بسته شد. هموطن بعدی، درود بر شما جناب آقای دکتر علیرضا نورزاده، استاد بزرگ. من به شما افتخار میکنم که واقعا با این روشنگریاتون همیشه شامل حال همه ایرانیان بوده. خیلی 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 تشکر میکنم از شما. من میخواستم یه صحبت بکنم جناب آقای نورزاده عزیز. من همیشه برنامه شما رو میبینم، هیچ شبکه مثل شبکه شما به این راستی و پاکی درست نیست. من واقعا افتخار میکنم. در مورد مذاکراتم، این مذاکرات چه بشه چه نشه به نفع ایرانیان داخل کشور نیست، چون هر دو سر
باخت. اگر بیرو بشن پولش تو سوریه و بحرین اونیا هم کجا و کجا خرج میشه برای ایران سودی و سپاه بازداران. برای مردم هیچ سودی نداره. قربان شما. ممنونم عزیزم. یه نکته رو خدمتت بگم. ما به خاطر فقط جنبه های مالی به این توافق نگاه نمی کنیم. ببین عزیزم، ایران به نوعی به خاطر عملکرد جمهوری ولایت فقیه در عزلت و انزوا قرار گرفته. حسن این قرارداد اینه پنجره رو باز میکنه. بحث بر سر این نیست که ما چقدر پول میگیریم، پولو میدن به سوریه، اگرم نگیریم هم از گلوی شما میزنن میدن. پس شما اونو به اون جنبه زیاد نگاه نکن، به این جنبه نگاه بکن که اگر اینا به التزاماتشون پایبند باشن، سرمایه گذاری تو نفت شروع میشه، تو گاز شروع میشه، کار ایجاد میشه. 20% الان بیکارن مردم، کار جدید ایجاد میشه، صنعت نفت ما داره نابود میشه، بازسازی خواهد شد. برای شما، برای فرزندان شما، برای نوادگان شما، اگه به اینا باشه، اینا چاهای نفت رو خشک میکنن میرن، همه چی رو خشک کردن. چون از اول که مسئله خیر نبودن، مسئله شر بودن. کشوری رو با 40 میلیارد دلار ذخیره ارزی، سهام تو کروپ آلمان، تو اردیف فرانسه، تو مدرس هند، تو روسین نامیبیا در آفریقای جنوبی، اینا همه رو رها کردن، مملکت رو به ورشکستگی نشوندن، جنگ رو ادامه دادن. تو لبنان و سوریه و یالغوزاباد جهان مداخله کردن. چی بگم از این رژیم؟ هموطن بعدی. با خسته نباشی به کارکنان تلویزیون ایران فردا و با سلام به جناب آقای علیرضا نوری‌زاده، با تشکر از برنامه های بسیار خوبتون. من پناه هستم از استکهلم و خواستم یه موضوع رو با شما در میون بذارم. خواهش میکنم من راحت میتونیم پخش کنیم و هیچ مسئله هم نیست. و اون اینه که ولی یه مسئله داشتیم. منظور من این مسئله رو به خاطر صحبت شما امروز روز سه‌شنبه با اون جناب مهمانتون صحبت کردیم و این نکته رو من کاتا متذکر باشم دیگه. بالاخره یه ذره آدم فکر کنه، حالا شاید هم من اشتباه میکنم. قدیم یه مسئله بود، میگفتن که آره زندان مال مرد، زندان مال مرد. مثلا طرف خانوم بودم که شوارش رفته زندان، بعد میگفتیم گفت زندان مال مرد. نه، زندان مال هیچکی نیست. چرا باید بدید زندان؟ بگید مسئله بودی میگفت. حالا مسئله از این شماست. من چندین دفعه تو مسابقات رو دیدم، گفتین آره قدیم مردم احترامشون میداشتن، عقیدهشون داشتن، دینشون داشتن. قدیم هم اشتباه میکردن. اون صحبت یه آقای متحری کرده برای چهارشنبه شدی، همین صحبت آدم باید بکنه برای قدیمی های اونا اشتباه میکردن. اگر اون زمان شروع میشد به آموزش را مثل امروز، اگر اینترنت داشته اینا، همیتون قول میدم هیچ کسی طرف خمینی و ملا ها و دروغ ها و این چیزا نمیرفت. دوست من نداشتیم. و کسانی که روشن فکران جامعه بودن اغلب چنان شیفته ی حزب توده بودن، اوناش هم که توده ای نبودن امام زده شده بودن دیگه. جبهه ملی میگه خورشید این دفعه داره، خورشید ما داره از مغرب طلوع میکنه، یعنی خورشیدمون آقای خمینی داره از مغرب میاد. چه بگویم، اشتباه میکردیم، ولی اشتباهات بزرگ رو خیلی از ماها کردیم پیش از اون که رژیم بکنه. وقتی دکتر بختیار اومد دیگه ما چی میخواستیم؟ یک نخست وزیر پیرو راه مصدق، دموکرات، آزاداندیش، روشنفکر، آگاه به ادبیات و فرهنگ جهان. چی دیگه می‌خواستیم؟ و اون رو رها کردیم رفتیم زیر عبای خمینی. هموطن بعدی. سلام آقای نوری‌زاده، هستیم. انشالله که سال خوبی داشته باشید. ولی واقعا من از شما حیرون موندم که چجوری شما خوشحالین که آمریکا با ایران
چیز بکنه. یعنی هنوز ما نفهمیدیم بعد از 36 سال که اینا دلشون به حال ملت نسوخته. اگر روزی 100 میلیارد پول تو ایران ریخته بشه، اینا میخوان جهان رو اسلامی کنن. شما چرا خوشحالید که امریکا داره بوس به ایران میده که هنوز این رژیم سرپا؟ خواهر من، امریکا به ایران هیچ بوسی نداد. حرفای آقای اوباما رو نشنیدید؟ چرا من خوشحالم؟ خوشحالم برای اینکه میلیون ها ایرانی خوشحالن. خوشحالم برای اینکه جوان های ایران خوشحالن. برای اینکه امید دارن با تغییری ایجاد بشه، رفت و آمد شروع بشه، درهای بسته باز بشه. من همچین فکر نمی کنم که حالا تازه پول خودمونه، پول اینا که نیست، که پول آمریکا نیست، پول فرانسه، پول خودمونه. توقیف شده. نزدیک 70 80 میلیارد پول داریم. حالا این پولا آزاد شد، اومد دست ما. این رژیم میده به سوریه، میده فلسطین، میده حزب الله، اما بخشی از این پول در داخل کشور خرج میشه، کار ایجاد میکنه. الان در شمده قبلی رو گفتم، بیننده قبلی، در صنعت نفت سرمایه گذاری میشه. خوشحال نباشیم ایران منزوی و منعزل باشه، اون خیلی خطرناکه. چون آقای خامنه ای داره دستشون میگن چهاردیواری و اختیاری سر میبریم، کی میتونه جلوشو بگیره؟ اما وقتی مجبور باشن به جهان جواب بدن، نمیتونن به همین راحتی سرکوب بکنن. اگر در جنبش سبز آقای اوباما یک ذره غیرت به خرج داده بود، محال بود این کارو بتونن بکنن. من براتون گفتم حتی هلیکوپتر خروج آقای خامنه ای رو آماده کرده بودن که به فرودگاه پیام بره و از اونجا به مسکو. پیام آقای اوباما که شب رسید، صحنه رو به کل عوض کرد. بله بله، متاسفانه. هموطن بعدی. سلام، قربون. من از ونکوور کانادا صحبت میکنم. اخیرا مثل که برنامه آقای دکتر نوریزاده تغییر ساعت داده، اینو میخواستم محبت بکنی یا اعلام بکنی تو تلویزیونتون، یا محبت بکنید تماس بگیرید. بله ببینید، من اولا شماره ندارم که با شما تماس بگیرم، ولی در این حال اینو میتونم بگم، اون 31 ساعتی که پس و پیش شده بود الان دوباره برگشت به سر عهد سابقش، هیچ فرقی نکرده. من 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن، 7 شب به وقت تهران برنامه آغاز میشه. حالا شما اگر در تورنتو و اون منطقه باشین 6 ساعت برین عقب بس نیویورک، و اگر ونکوور و اون قسمت باشید باید 8 ساعت برید. بنابراین بین 5 ساعت تا 8 ساعت این تفاوت هست. بندم تورنتو 5 ساعت، مثل نیویورک، مثل واشنگتن. در حال دارم به من میگن دیگه وقتمون تموم شد، دلم میخواست فرصت بیشتری داشتم. حالا یه کارش میکنیم، یا برنامه رو طولانی تر میکنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا هفته دیگه همین ساعت همین جا، شما و ایران فردا. بدرود.